بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. بحث در روایت شریفی بود که در جلد هفتم بهار صفحه 117 روایت 55 تتمه روایت بود که قسمت آخر مونده بود خدمت دوستان، تا اینجاشو بیان کردیم که فاما قوله وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که سائلی خدمت امیر مؤمنان علیه السلام رسیدن و سؤال از متناقضاتی که در قرآن اومده کردن، که در بعضی از آیات قرآن آیاتی کنار هم دیگه قرار بگیره ظاهرش تناقضه. این سؤال کردن و حضرت در جواب چند شبهه‌ای که این فرد داشت اینها رو جمع کردن، که به خصوص این بحثی که مربوط می شد به معاد و منازل مواطن هش، که هر موطنی خصوصیت خاصی داشت که در بعضی جاها ختم بر دهانهاست و سخنی گفته نمی شه، در بعضی از مواطن مخاصمه اهل نار هست و با هم گفتگو می کنن، در بعضی از جاها سخن ثواب فقط گفته می شه، در بعضی از مواطن ارجل و عیدی و در حقیقت قلوب صحبت میکنن، او پوستا صحبت. سلام علیکم. که این بیان رو حضرت فرمودن که مربوط به مواطن مختلفه، یه موطن نیست. اگه توی موطن بود ممکن بود تنازع و تعارض سرغ بکنه، اما اینا مواطن مختلفی از قیامت و تو هر موطنی حکم خاصی داره و اون حکم خاصه که باعث میشه که اونجا، اینم اعتباری نیست و گفتنش به صورتی نیستش که مثلا اونجا موطن اعتبار این بشه. دقت میکنید اونجا بحث حقیقت اون موطن اختزای این رو داره که کلام گفته بشه یا اون دیگه صحبتش گذشت. از جمله سوالات دیگری که این سائل کرده بوده و اینجا حضرت دارن جواب میدن این قسمته که بعضی از آیات قرآن وارد شده وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، و در بعضی از روایات آیات دیگه وارد شده که می‌فرماید لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، ابصار او رو درک نمی‌کنند در حالی که او خدای تعالی ابصار رو ادراک می‌کنه. پس وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره چطور جمع میشه با لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار؟ سائل یه سوالو نیورده اینجا، فقط جوابش رو آورده، چون تقطیع شده روایت در مقام جواب این رو آورده. حضرت در جواب می‌فرمایند البته این وجوه یومئذ ناظره، وجوهی در اون روز نظره است، خوشحاله، نظره با سادزاد الی ربها. درختی که خیلی سرسبز باشه، ابتدای مثلا اون برگ‌هاش باشه که بعد خیلی شادابه و خوش رنگه، هنوز غبار روش ننشسته یا پیر نشده برگ هنوز که سبزیش به کهنگی بزنه، اون شادابی رو میگن نظره. میگن اینجا در حقیقت این نظارت مثلا این بوستان، یعنی اون شادابی و اون خیلی زیبایی که سرسبزی خاصه، یعنی هر سرسبزی رو نمیگن، اون سرسبزی که خیلی دلنوازه، خیلی روح افزای، اون رو میگن وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. خیلی تعبیر زیباییست که الی ربها ناظره، در اون روز فقط به خدا اینها نگاه میکنن، الی ربها، الی رب اون وجود، درسته؟ ناظره، اینا نگاهشون دومی، ناظره دوم با چی هستش؟ با تازا، اولی با سادزا، دومی با تازا، فقط به خدا نگاه. یعنی در حقیقت در قیامت که تقطع اسباب شده و همه اسباب برچیده شده، اینها فقط و فقط رابطهشون با خداست. یعنی این وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، یعنی هیچ اشتغالی برای اینها به غیر از با خدا بودن در اونجا نیست. خیلی بیان زیبایی است و خصوصیت مهمی است که اینها در اونجا حششون فقط با خداست،
لذا این نظره که در حقیقت تو ابتدا اومده وجوهون یومئذ ناظره، معلوم میشه که چرا وجوهشون ناظر است. معلوم شد که چرا وجوهشون ناظر است با صد ذات، چون چی هستش؟ نظرشون فقط به ربه. یعنی کسی که نظرش به ربه فقط و فقط او رو مشاهده میکنه، قطعا وجهش چی هستش؟ او رو داره نشون میده. متلعلع آینه ایست که داره اون تلعلع رو نشون میده، آینه ایست که داره اون تلعلع رو. لذا در حقیقت چون حشرش فقط با خدای تعالی است، خیلی تعبیر دقیقی آیه ها. یعنی ببینید آدم گاهی اگر یه خورده تو آیات دقیق بشه میفهمه که آیه چقدر معنای سنگینی رو داره بیان میکنه، که وجوه یومئذ ناظره، بعضی از وجوه در اون روسی هستن، اونها نظره هستن، شادابن، خوشحالن. چرا؟ چون الی ربها ناظره، فقط و فقط نگاه و نظر اینها به خداست در اون روز. این الی ربها ناظره، حالا روایت هم همین رو میخواد بفرماید که الی ربها ناظره، نظر اینها و ارتباط اینها و اشتغال اینها فقط با خداست. خب قطعا تو قیامت برای افرادی که این حقیقت محقق میشه، باید در حقیقت دنیا چی شده باشه برای اینا قبلا؟ به دست آورده باشن، بهش رسیده باشن، منتها اونجا این انفطار هم پیدا میکنه. حالا اگر اینجا سنگین بود و سخت بود براش و با زحمت بود و شاید بعضی لحظات غفلت هم به لحاظ بدن توش بود، اما سعی این در چی بود؟ در ارتباط با رب بود، درسته؟ چون سعیش در ارتباط با رب بود، اونجا این سعی فعلیت پیدا میکنه، تمام اشتغالش در اونجا فقط با خداست و این خیلی عظیم میشه. ببینید حالا روایت چی میفرماد، حضرت چی میفرماد؟ وجوه یا اما قوله وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، میفرماد و قوله لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار فان ذلک فی موضع این وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، میگه این فان ذلک فی موضع ینتهی فیه اولیاء الله عز و جل، به اونجا میرسن، منتهی میشن در اون اولیاء خدای اولیاء. این تعبیر اولیاء الله، اولیاء الله تعبیر به همونهایی که نظر به خدا فقط دارن، یعنی ولایت الهی تو وجود اینها فعلیت پیدا کرده است. اونم ینتهی فیه در آخرین مراتب تطهیریشون، یعنی نه تو ابتدای ورود به مراتب قیامت، نه تو اون انتهایی ترین مرتبه ورودشون به قیامت. ینتهی، نوع تعبیرات خیلی تعبیرات دقیقی ها، ینتهی فیه اولیاء الله، اولیاء الهی در اون منتهای تطهیرشون، در منتهای تطهیر، یعنی تو منتهای در حقیقت طی کردن مراتب قیامت، بعد ما یفرغ من الحساب، بعد از اینکه از حساب اینها فارغ شدن، یعنی تمام مواطن حساب رو چیکار کردن؟ طی کردن. اگر یادتون باشه روایت قسمت قبل روایت میفرمود تمام اون مواطنی که سخنهای مختلف گفته میشد یا گفته نمیشد، یادتون هست؟ و اینا همه قبل از حسابه، و همه اینا قبل از حسابه، به جایی میرسه که بعد از حساب تازه مسئله میشه اشتغال شخص فقط با خودش. لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، تو کجا بود؟ تو اونجایی بود که اشتغال خودش با خودش بود دیگه، دیگه کسی دیگه در اونجا ناظر نبود. اگه یادون باشه قسمت قبل روایت میفرمود. حالا اینجا میفرماید این مسلام علیکم و الله سلام علیکم، این حقیقت بعد از فراغ از حساب در منتهای حرکت اولیاء الهی پیدا رو دقت بکنید، منتهای حرکت اولیاء الهی بعد از فراغت از حساب، یعنی تو آخرین مباطن قیامت که دیگه میخوان بعد از اون ورود به چی ازش؟ ورود به بهشته. خیلی باید این کتلها رو طی کرده، اونجاست که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره. لذا میفرماید که ینتهی فیه اولیاء الله عز و جل بعد ما یفرغ من الحساب الی نهر یسمى الحیوان. این نهر، سلام علیکم و الله سلام علیکم و الله، این نهر در حقیقت اسمش چی هستش؟ نهر الحیوانه، که اونجا که وارد میشه فیقتسلون فی و یشربون می، اونجا اقتصال در اون نهر واقع میشه و شرب از اون نهر محقق میشه. بعد میفرماید که فتنظر وجوههم اشراقا،
خیلی سنگینه که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، که تو منتهای حرکت اولیاء الهی روایت می فرماید، نه ابتدای حرکت، منتهای حرکت، اونم بعد از فراغ از حساب که تمام این مواطن تطهیری رو طی کرده تمام مراتب در اونجا حشر این دیگه فقط با خداست. لذا چون حشرش فقط با خداست و غیر راه نداره، این نهری که نهر حیوانی که در او اختصال صورت میگیره و شرب از او محقق میشه، این اختصال و شرب در حقیقت او رو از غیر چیکار میکنه؟ تطهیر میکنه. یعنی آخرین بقایای سلام علیکم ورحمت الله، آخرین بقایای باقی مانده از غیر با این اختصال شسته میشه و با این شرب در حقیقت خالص میشه. آمادگی و اقتضای این تا این مرتبه به آخرین مرتبه خودش میرسه که الی ربها ناظره، یعنی دیگه نگاه این پس از این موتن فقط و فقط به خداست، هیچ به غیر دیگه نظر ندارد. منتها این پیرشو در آوردن تا اینجا رسیده ها، یعنی تو دنیا تمام اون مراتبی رو که طی کرده بوده تا اطلاق ولی الهی بر او شده، یه طرف کار تازه از ابتدای احتضار تا اون که تمام مواطن حساب رو طی کنه، تا این که پس از موطن حساب در موطن حساب مواقف حساب رو طی کنه، تازه در منتهای حرکتش و بعد از فراغ از حساب میرسه به اونجایی که سلام علیکم ورحمت الله، از این نهر در حقیقت اختصال در این نهر و شرب از این نهر. این اختصال و شرب ان شاء الله یه وقتی خودش رو باید بحثش رو بکنیم که اختصال و شرب، قطعا اختصال و شرب، این اختصال و شربی که ما الان نگاه میکنیم نیست مثل در حقیقت اون جریانی که حالا باشه مثلش هم نگم که باز ذهنا منصرف نشه، چون هی هر کلام تو کلام بیاد و وقت دور میشیم. فیقتسلون، اسم این نه حیوانه، بله تناقض ابتدای آیات که عرض کردم که میگه خود همینجا دیگه میفرماید که اون کسی که سائله سوال میکنه که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، یک طرف کاره که چطور ابصار از درک او عاجزن، لا تدرک الابصار، درسته؟ پس چطور الی ربها ناظره، پس چطور نظرشون به ربه، یعنی سائل بین این دوتا تناقض دیده، از امیر مؤمنان علیه السلام سوال میکنه که لا تدرک الابصار و اونجا میفهم وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این وجوه البته نگفته تو اون آیم ابصار ناظره، منتها وقتی وجوه ناظره است استفاده میشه که رو به سمت در حقیقت اونجاییست که داره نگاه میکنه، درسته؟ پس چشم داره میبینه، وقتی که انسان میخواد یه چیزی رو ببینه برخلاف گوش، گوش وقتی که انسان میخواد یه صدایی رو بشنوه از پشتش هم میشنوه، درسته؟ تشخیص جهت صدا رو میده انسان، یعنی وقتی که وایساده داره صحبتی رو میشنوه، صدایی رو میشنوه، میفهمه از شرق پشتشه یا جلوی روشه یا کناره یا چپ یا راست، اینا رو میفهمه انسان. اما در حقیقت این بو اولا اینجوری نیست، چون شامه اینجوری نیست، شامه بو رو که احساس میکنه باید مسیر استشمامش رو طی بکنه تا بفهمه از کجاست. ما اینجوریم، بعضی از حیوانات میدونید که مسیر رو هم تشخیص میدن، یعنی مسیر مثل صدا که ما مسیر رو تشخیص میدیم که میفهمیم از کجا این صدا اومده، چشمامونم بسته باشه میتونیم بگیم این صدا از پشت سر بود، درسته؟ بدون اینکه ببینیم صدا منشأ منبع صدا کجاست میتونیم بگیم صدا از پشت سر بود. اما بو اینجوری نیست، بو رو ما استشمام کنیم نمیتونیم بگیم بو از جلوی رو بود یا از پشت سر بود یا از کنار بود، این امکان نداره. بوی عطر رو یا بوی خوش رو یا بد استشمام میکنه اما نمیتونه جلب کنه، مگر مسیر بو رو چیکار بکنه؟ تعقیب کنه تا بفهمه بو کجاست، یا منبع بو رو ببینه، او جداست. اما اینجا وقتی که وجوه یومئذ ناظره، اینها وقتی که نظر دارن میکنن الی ربها ناظره، نظر میکنن به رب، این نظر کردن به رب نشون میده که با چشم در حقیقت که رو به اون سمته، پس در حقیقت چشم داره نگاه میکنه، استنباط سائل بوده که وقتی رو به اون سمت نظر هم در حقیقت صورت گرفته که الی ربها ناظره است، نظرش به رب است. اما در حقیقت این بس سائل تو مرتبه ظاهر بوده، هرچند وجوهون یوم، این وجوه وجه، این روی در حقیقت ظاهری نیست، وجوهون یوم اذن ناظره که وجه در حقیقت این رو نیست که حالا
اون و یبقا وجه ربه یا عین ما تولو فسم وجه الله، که اون وجه در حقیقت حالا جای خودش میاد. اما حالا فعلا بحثمون در این مرتبه ایست که این کسانی که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره طی کردن، که می فرماید فإن ذلک فی موضع ینتهی فیه اولیاء الله عز و جل بعد ما یفرغ من الحساب، که اینا روایت قبل خوب معلوم میکرد که بعد فراغت از حساب، یعنی که کتلهای عظیمی رو طی کرده، یک کتلهای عظیمی قبل از شروع حساب خود مواطن حساب، در حقیقت یک کتلهای عظیم دیگر است، این همه اینا رو طی کرده، همه اینا رو طی کرده، یعنی تطهیر تام شده دیگه. الان تازه با همه این تطهیر باید وارد بشه به نهری که اون نهر در حقیقت چی هستش، یسمی الحیوان حیات محض اون نهر، حیوان حیات محض اون نهر، یعنی دیگه از هر چه غیر حیاته، که حیات هم خودش منشأ چی هستش، علم و قدرت، منشأ حیات چی هستش، تجلی علم و قدرت میشه حیات، یعنی اگر میخواد جایی در حقیقت تجلی حیات رو نشون بدن، علم و قدرت میشه منشأ حیات. لذا میفرماید که در اونجا یشربون یقتسلون فی و یشربون من فتنظر وجوههم، تازه تنظر وجوههم، این همه مراتب رو طی کرده، تازه تنظر رو که نظرم عرض کردیم که برگی که تازه درخت داده، به طوری که سرسبزی و شادابی این برگ چشم رو در حقیقت می نوازد، ولی برگیست که طولانی مدت در آمده یه خورده رو به سبز سیر می زنه، نه اون سبزی خیلی با تراوتی که تا نگاه میکنه انسان تو اوایل مثلا این موقع های فصل سال خیلی نظارتش آشکاره که دل نوازه، اینو میگن نظره، که وجوه یومئذ نظره الی ناظره الی ربها ناظره، که در حقیقت با تازه دومی، اولی با سادزاده، فتنظر وجوههم اشراقا، اشراق یعنی این نظارت وجهش، نفکر کنید نظارت وجهش تراوت و سرخ و سفید شدنشه، نظارت وجهش به چیه؟ به اشراق وجهشه، یعنی این جان انقدر لطیف شده مثل یک آینه‌ای در مقابل چی قرار گرفته؟ حقیقت الی ربها ناظره، که فقط او رو داره متلعلع میکنه، دیگه هیچ مانعیتی از این وجود در سلسله اسباب، یعنی در حقیقت تابال هر قدر انسان تو ارتباط با خدا سلسله اسباب رو تو وجود خودش مؤثر ببینه، یه تیرگیه، یه تاریکیه، یک عدم نظارته، یک عدم اشراقه، این از تمام سلسله اسباب چی شده؟ منقطع شده؟ ربطش و ارتباطش فقط با خداست، چون این رابطه رو داره، وجه این هم تنظر اشراقا، تمام در حقیقت تلعلوه، تمام در حقیقت اشراق و اون تجلی اون نور حقه، و تنظر وجوههم اشراقا، نظارت وجه این به اشراقه، اشراقی که در حقیقت آینه ایست که اون رو داره منعکس میکنه، بالاترین اشراق اون حقیقته، بالاترین نور اون حقیقته، که هیچ حائلی برای انعکاس اون نور نداشته باشه، هر حائلی یک سببیتیست، دقت میکنید بحث دقیقی ها، هر سببیتی رو که در عالم مؤثر میبینه یک نقطه ایست که وقتی اون نور به این تلعلو پیدا میکنه، این نور رو در حقیقت چکار میکنه؟ در حد اون سببیت منعکس میکنه، سببیته، چون سببیت ها رو میبینه، وقتی که سببیت ها تو وجود این مندک شده و هیچ سببیتی اثر نداره، در حقیقت این نگاه و این ولی الهی در اینجا به فنا رسیده، الی ربها ناظره، یعنی منقطع از تمام در حقیقت اغیاره. البته نگید که الی ربها ناظره ناظر بودن غیر از فناه، چون ناظر بودن فانی در مرتبه فنا توجه به نظرش هم نداره، این نداره که خودش متوجه نظرش هست، دقت میکنی؟ این داره که این وجوهش وجهش نظره است و الی ربش ناظره است،
اما نداره که خودش این ناظر بودن رو احساس میکنه. لذا چون تمام سببیت ها با ورود اون نهر، اون نهر نهریست که انسان رو از غیر جدا میکنه. وقتی از غیر جدا شد مرتبه فناست. الی نهر یسم الحیوان فیغتسلون فی و یشربون من فتنظر وجوههم اشراقا. اینم دلیلشه. فیذهب عنهم کل قزن و وعس، هر در حقیقت شدتی و هر پلیدی از وجودش تطهیر شده با ورود به اون نه. هر چی که باقی مانده از غیریت وجودش بوده چی شده؟ همه از اون تطهیر شده. یطهرهم اما سوی الله، از هر چی که سوای خدای تبارک و تعالی است، این از هر وعصی و هر قضایی چی شده؟ تطهیر شده. یعنی این دیگه رابطش و حشرش، و اگر کسی گویه تو مرتبه فنائه که دیگه حشر رو رابطه هم در اونجا ادراک نمیشه، این دیگه نداره، هیچ چیزی برای او مطرح نیست. مثل این میمونه که یه آینه ایست که فقط او رو نشون میده. به خود آینه بودنش هم اون مثالی که از آیت الله بهجت خدمتون عرض کردم که روایتی رو ایشون میخوندن، شاید تکرار باشه ولی تکرارش مناسبه، ایشون میفرمودن که من ببخشید عینکم شکسته، اگه شما رو خار میبینم دیگه عینکم رو گذاشتم اینجا که شکسته بودنش هم یال میبینم، اونا که نبینم. آخر سر شما فکر نکنید حالا هر کاری که ازتون بخواد بسید بکنید من نمیبینم، نه حواسم هست میبینم. اما خب حالا اون صفای روی مؤمنین که نظارت وجه مؤمنین که تلعلو الهی رو آدم میخواد شفافتر ببینه با این چشم، و این چشم میخواد شفافتر ببینه. خب حالا این مانع مادی نمیذاره اون تلعلو وجوه مؤمنین رو ما نظاره بکنیم، الا در حقیقت وجوه مؤمنین ناظره باشیم تا اون نظره رو در وجودشون ببینیم. بله؟ در حال دلو میخواست خلاصه ببینیم وجوه مؤمنین رو، نشده دیگه. حضرت آیت الله بهجت میفرمودن، حفظ رحمت الله علیه میفرمودن که این روایت رو میخوندن که خدای تعالی وقتی که عقل رو خلق کردن به او گفتن که اقبل فاقبله. این روایت ها اینجاش مشهوره و همه جا گفته شده و تو روایات مجامع روایی هم زیاد اومده. بعد دنبال این روایت در حقیقت تو مجامع مشهور آمده قال له ادبر فادبره، درسته؟ بعد اونجا داره که در حقیقت من خلقی به محبوبیت تو و در حقیقت اون ما خلقت خلقا احب الیک من، مثلا من از تو در حقیقت محبوب تر به سوی خودم خلق نکردم. اون روایت مجامع مشهور اونجوریه، یا مثلا بکه او آقب بکه او سیب در بعضی از روایت دیگه، یا چند تا روایت که هر کدوم یه ذیلی داره. ایشون این روایت رو نقل میکردن، از مجامع مشهورم نقل نکردن که قال له اقبل فاقبله، قال من انت. این دیگه تو مجامع روای ما نیست، ولی ایشون فرمود من خودم دیدم. قال من انت، تو کیستی؟ بهش گفت رو کن، رو کرد. عقل وقتی خلقش کرد قال له اقبل رو کن، رو کرد. قال من انت، قال انا انا و انت انت، من منم شما هم شمایی دیگه، من منم شما هم شمایی. قال له ادبر، پشت کن. قال من انت، بهش فرمود خدای تعالی پشت کن. وقتی پشت کرد قال من انت، تو کیستی؟ قال انت الرب الجلیل و انا العبد الذلیل. وقتی که پشت کرد سوال کرد ازش که تو کیستی، گفت من تو رب جلیلی و من عبد ذلیل. آقای بهجت فرمودن که مثال این مثال آینه است که وقتی از ابتدای خلقش خلق شد و در مقابل تلالو نور قرار گرفت، که ما همه این مثال ما و این مرتبه اولش مثال همه ماست که آینه در مقابل این تلالو نور قرار گرفت، وقتی ازش سوال میشه تو کیستی، میگه خب تو یه کسی هستی منبع نور و نورانی، منم یه کسی هستم نور دارم، اما نور من در حد تو نیست، منم نور دارم، چون از اول نور رو تو خودش دیده، در مقابل نور بوده، نور تو این منعکس شده اما این انعکاس نمیدیده. چی میدیده؟ نور رو از خودش میدیده، مثل آینه که از ابتدا وقتی که اینجا قرار میگیره و نور روشنه، این نور رو میبینه، یه نوری روبرو هست، درسته، نور خودش هم میبینه، نمیبینه منعکس کننده است. فقط وقتی بهش میفرماید که پشت کن، وقتی پشت کرد قال له ادبر فادبر، وقتی پشت کرد، اون وقت بهش میگه من انت، وقتی پشت کرد دید هیچ چی نیست. تو این مرتبه فهمید که هیچ چی نیست. قال له من انت، تو این حالت وقتی که پشت کرده، اونجا فهمید که
اون نوری که قبل از این داشته از خودش نبوده، لذا با پشت کردن به منبع نور این خیلی بیان داره. یعنی انسان خیلی وقتها مبتلا میشه و این ابتلاعات برای این است که نشون بده انسان اون حالت راحت، اون حالت فراغت، اون حالت بالاخره رخوتی که برای این بوده، نعمتی که برای این بوده از خودش نیست. ما خیلی وقت تو نعمت چی میشیم؟ نعمت زده میشیم، یعنی احساس نعمت نمی کنیم. لذا خدای تعالی تو دنیا از رحمت رحیمی حق این است که دنیا رو سخت قرار داده تا انسان تو تلاطم و سختی تو دنیا بیفته، که اگر دنیا راحت بود و سختی نداشت خدا میتونست در حقیقت این کار رو بکنه برای مؤمنین و برای انسان ها یا نه؟ کسی بر نمیگشت، کسی با این راحت بر نمیگشت. لذا سختی ها باعث میشه که بفهمه که حتی اون کسی که تو شدته میفهمه که شدت دائمی نیست، اونی هم که تو راحته میفهمه دائم راحت دائم نیست. لذا هر لحظه مال خودشون نیست، چون میبینه که دائم زوال پذیره. با این که انسان این رو میبینه تو راحت غافل میشه، احساس میکنه دائمیه، و تو شدت ناامید میشه، فکر میکنه این شدت دائمیه، لذا میگه خدا معلومه دیگه اصلا رحمش به سراغ ما نمیاد. نه، با این که دائم داره میبینه انسان و بارها و بارها تو زندگی خودش و دیگران هم تجربه شده و رحمت رحیمی حق همینه، لذا اگر رحمت رحیمی حق در اینجا نبود دنیا جای راحت برای انسان بود. خدای تعالی از رحمت رحیمیش برای اینکه انسان دل نبنده پابند نشه دنیا رو سخت قرار داده، و الا اگر خدای تعالی این رحمت رحیمی نبود و دنیا راحت بود دیگه کسی به این راحتی بر نمیگشت. دنباله رو باید میفرماد که فیذهب عنهم کل غضن و بعث ثم یؤمرون به دخول الجنه، هر شدتی و هر پلیدی از وجود این رخت بربسته، ثم یؤمرون به دخول الجنه، سپس اینها امر میشن به وارد شدن جنت، خوش به حالشون. پس داخل شدن در جنت ما فکر میکنیم که خب جنت هم یه باقیه دیگه، وارد میشیم و یه بند خدایی میگفتش که من بهش نمیخوام. خب چرا؟ خب من تو دنیا از همه خوشی ها گذشتم، اونجا میخوام چیکار کنم اینو؟ من تو دنیا خودم با اختیار خودم گذشتم، حالا اون یه خود خوشیش بیشتره. گفتن چجوری بود جنت رو دوست داشتی؟ یعنی اگه چی باشه دوست داری؟ بعد شروع کردی خود فکر کردم، بعد گفت فلان و فلان. گفت خب میگه لهم ما یشاؤون فیها، هر جوری که میخوان هست. تو اینجوری دوست داری؟ خب اینجوری هست. ما فکر کنیم جنت یه سری درخت هست، اونجا تجلی تام به حقه. جنت تجلی بیواسطه حقه، هر چیزی داره اونجا خدا رو نشون میده بیواسطه، هر چیزی داره تجلی اسمی از اسماء او رو نشون میده. یعنی از این در حقیقت صحنه به آن صحنه، از این اسم به اون اسم در اونجا، اونم تو دنیا هم همینه، اما تو دنیا حاجب بین ناظر و اون حقیقت هست، تو جنت این حاجب نیست. یعنی وقتی که تو جنت انسان از این صحنه به آن صحنه، از این حقیقت به اون حقیقت رو میکنه، خدا رو در تجلیات مختلف میابه، لذا هیچگاه خسته نمیشه، چون اون حقیقت تجلیاتش نامتناهیه و این هم استعداد نامتناهیه در ادراک داره. این ادراک مطابق با اون تجلی دائما اشباع میشه و لذت بعد لذت و فوق لذته، لذا هیچگاه خسته کننده نیست. ماها چون فکر میکنیم که جنت یه حقیقت بالاخره قوی تر از اینجاست، یه چیزی بالاتر از اینجاست، یه باقستان های بزرگتر و زیباتری از اینجاست، در این حد گاهی میلمون هم خیلی نمیره. لذا در حقیقت این که آتش رو هم در همین سختی و فراغ از آتش و دور شدن از آتش و دوری از آتش برامون اینقدر سنگین نیست که مثلا تواد یا این همه یا علی و یا عظیم که ابتدای دعا میخونه آخرش میگه فاعتقنی من النار، مثلا من رو از آتش رها بکن. این همه در حقیقت مقدمات اسماء الهی و عظمت ماه رو، عظمت تطهیر ماه رو، و میگه خدای تعالی ما رو از آتش، گردن ما رو در حقیقت، رقاب ما رو از آتش آزاد. نمیدونیم چیه که آتش، چون اون رو نمیدونیم چه حقیقتیه، دوریمون رو هم در حقیقت با شدت نمیخوایم، و چون بهش رو هم نمیدونیم چه حقیقتیه، طلب و شوقش در وجود ما به شدت نیست. نه این شدت داره، لذا اگر این شدت داشت چنانچه باور اون میشد که یه باقی رو در اثر فلان کار به ما بدن، چقدر زحمت میکشیم تا این باقی به دست بیاریم تو همین دنیا؟ چقدر حاضر بودیم زحمت بکشیم یه باقی رو در حقیقت به دست بیاریم، تابستون بریم تو باغ خلاصه نمیدونم خوش باشیم، چقدر حاضر بودیم ها؟ اما برای
نگاه به بهشت که همین حد هم بهش قائل نیستیم، یه وجود ذهنی صرف میبینیمش. میفرماد که ثم یؤمرون به دخول الجنه، بعد از این مراتبی که این تطهیر میشه از ما سوالله، این میرسه به آخرین مرتبه تطهیر، امر میشه بهش به دخول الجنه. فمن هاذا المقام، یعنی بعد از تمام این مراتب از اینجاست که ینظرون الی ربهم کیف یصیبهم. این کیف یصیبهم هم دیگه چی هستش؟ نشون میده که این هنوز مرتبه خودش هم مرتبه اطلاقی هم هنوز نیست، مرتبه اطلاقی این ولی الهی هم مرتبه اطلاقی نیست، که هنوز ثواب رب رو در حقیقت چی هستش؟ کیف یصیبهم، که به اونا چگونه ثواب میده، این هنوز مرتبه اطلاقی نیست که فوق مرتبه ثواب. یعنی بازم این نقطه امیده که این فقط برای اهل اطلاق نیست، این مرتبه مربوط به غیر اهل اطلاق هم هست. ینظرون الی ربهم کیف یصیبهم و منه یدخلون الجنه، از همینجا در حقیقت چی میشه؟ یدخلون الجنه، داخل میشن در جنت. فذلک قول الله عز و جل فی تسلیم الملائکه علیهم، چقدر آیه رو خلاصه، اگر یه عالمی بود آدم میگه خدا رحمتش بکنه، چقدر خلاصه فکر کرده روی، چقدر فهمیده. امام معصومه دیگه اونجا شاهد داره بیان میکنه، میفرماید که فعند ذالک ایقنوا به دخول الجنه، فذالک قول الله عز و جل فی تسلیم الملائکه علیهم. این همین این فذالک قول الله عز و جل که از جانب ملائکه که وقتی اینا وارد بهش میشن به اینا میگن سلام علیکم، به طور اطلاقی سلام علیکم، دیگه تو از هر وعث و قضایی چی شدی؟ تطهیر شدی. سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، اصلا عظمت تبتم و سلام علیکم فدخلوها خالدین با این روایت معلوم میشه که سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین چه مراحل سنگینی طی شده تو وجود این شخص تا از همه مراتب غیریت و از همه مراتب در حقیقت غذا و وعث جدا شده تا این اطلاق این سلام و این حقیقت شامل حال شده که تو دیگه در سلام مطلقی لا فی حال لقبون و لا لقبون و لقب و تأثیم در اونجا چیه؟ راه نداره، هیچ در حقیقت اونجا پلیدی، ناپاکی، کدورت، حد در اونجا راه نداره، هیچی راه نداره. سلام علیکم، میشه خلاصه این خطاب سلام علیکم یعنی جان ما این آقای خدا رحمت کنه آیت الله العظمى بهادینی رو گاهی یک کسی مثلا میگه آقا یه دعایی برای ما بکنید، میگه ان شاء الله خدای تعالی حیات طیبه به شما بده. این میگه حیات طیبه به شما بده، اصلا انگار دل آدم خنک میشد توش، یعنی اون حیات طیبه رو انگار طلیعش رو آدم احساس میکرد از بس که با خلاصه توجه میگفت. حالا این آیه رو نبی ختمی داره از قول خدای تعالی میگه که ملائکه اینجوری میگن، خود دل ما اگه خنک نمیشه این مال دله. سلام علیکم تبتم، تبتم یعنی این تیب محض، پاکی محض، خطاب ملائکه است، خطا اونجا راه نداره، تعارف نیست، هیچ اضافه در کار نیست، محض واقعیت رو دارن میگن. سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، این خلود قطعا با این سازگاره، ما هی میشنویم خلود اما خلود رو اصلا نمیفهمیم که این حقیقت خلودی که در جنته یا حقیقت خلودی که در ناره چقدر باید این وجود یک طرف شده باشه، چقدر این وجود باید صفا پیدا کرده باشه، خلوص پیدا کرده باشه در جانب طهارت یا در جانب خلوص پیدا کرده در جانب چی؟ شقاوت. که فدخلوها خالدین تو جنت یا او در حقیقت فکان عاقبت هما فی النار انهما خالدین فیها، خالدین هم در اونجا اونا. این خلود خیلی سنگینه. تبتم فدخلوها خالدین فعند ذالک تازش ولی الهی اینجا ایقنوا به دخول الجنه. ما ها حالا مطمئنیم خیلی مقاممون عالیه، از حالا مطمئنیم که جنت که مال ما هست، بحث در اون مراتب خلوت های خاص با خدا رو داریم میکنیم که کسی دیگه هیچ کسی نداره،
میگه اونا هم حالا بالاخره گاه گاهیش قطعیه، دائمیش هست یا نیست، سر او داریم با خدا چونه میزنیم الان. این میگه پس از اینکه پیرشو در آوردن ولی الهی بوده، پدرشو در آوردن بیچارش کردن تو مراتب مواقف قبل از حساب و بعد از حساب و بعد اون نهر وارد شده و بعد سلام ملائکه به اون متوجه شده و بعد در حقیقت همه استقبالش اومدن، اون طهارت محض تو وجودش ایجاد شده که تمتم و خطاب خالدین در نسبت به بهش برای او وارد شده، تازه این جانش یقین میکنه که ایقنو به دخول الجنه فعند ذالک ایقنو. خیلی سنگین کار ما راحتیم، فعند ذالک ایقنو به دخول الجنه و نظر الی ما وعدهم ربهم، تازه اینها یقین کردن نظر به اون وعده های رب اینجا محقق است، تازه اینها یقین کردن. فذالک قوله الی ربها ناظره، اینها تازه تو اینجا الی ربها ناظره براشون چی میشه؟ فعلیت پیدا میکنه. و انما یعنی دیگه این انما یعنی هم برای این است که استنکارم نشه که بعضیا بگن که نظر به رب نظر در حقیقت چشمی نیست، قطعیه این قطعنه که چشم نظر نمی کنه، که چشم کوتاه‌تر از اون است که بخواد حقیقت نامتناهی رو چکار بکنه، ببینه این بسامد خاصی رو چشم میتونه ببینه، از یک فرکانس در حقیقت موج بصری رو تا یه موج رو بیشتر نمیتونه که این ببینه، که نه بیش از اون رو میبینه نه کمتر از اون رو، اون حقیقت هم مادی باید باشه تا این چشم دیده بشه، درسته؟ اما مراتب چشمه که جلسه قبل گمون کنم اینجا بیان شد که مراتب چشمه، یا یه جلسه دیگری بوده، مراتب چشم مراتب رویت، البته اون نظارت به رب هست، اما اون ناظر بودن به رب با این چشم مادی نیست، خدا مادی نیست، این چشم فقط اشیاء مادی رو میبینه، البته اون سر جای خودش. و اما قوله لا تدرک الابصار فهو یدرک الابصار فهو کما قال لا تدرک الابصار ولا تحیط به الاوهام و هو یدرک الابصار یعنی یحیط بها. پس این لا تدرک الابصار تناقضی با این نداره که اینها الی ربشون ناظر هستن، چون اون نظر به رب با این چشم نیست، اصلا این چشم سعه اون دید رو نداره، دقت کردید؟ این چشم سعه اون دید رو نداره، لذا لا تدرک الابصار هم همین جوری هستش، لا تحیط به الاوهام، یعنی اون جایی که خیلی بیان زیباست تو روایات ما، هر جا که عقل از حیطه خودش بخواد خارج بشه اسمش فهمه، اگر میفهمه عجزت الاوهام ان ادراک کنه صفته، یعنی عقل اگر بخواد به کنه صفت قدم بگذاره و بخواد پا بگذاره که ادراک او رو بخواد برای خودش ببینه، این عجزت الاوهامه، این وهمه، این عقل نیست، عقل اونجاییست که حد خودش رو میشناسه، میفهمه که ادراک عقلی حد داره و تو حد خودش داره، لذا بالاتر از او قدم نمیگذاره، اگر قدم گذاشت کسی بالاتر از اون با ادراک عقلی اونجا اسمش وهمه، دقت میکنید؟ این که میفرماد اینجا تو روایت تعبیر به اوهام که میاد همون عقولی است که حد خودشون رو نشناختن، منتها عقل حد خودش رو میشناسه ها، اون عقولی که تو این جان حدش رو رعایت نکردن اسمش میشه و لا تدرکه الابصار ولا تحیط به الاوهام، اگر وهم بخواد احاطه در حقیقت نسبت به خدا عقل بخواد احاطه رو در نظر بگیره عقل میشه و لا تحیط. آیا ادراک برای عقل صورت میگیره؟ بله ادراک صورت میگیره، اما در حد عقل، نه احاطه، نه کنه صفت، دقت میکنید؟ اونجایی که کنه صفت باشه البته میشه وهم، اونجایی که احاطه بخواد باشه البته میشه وهم، لا تحیط به الاوهام و هو یدرک الابصار یعنی یحیط بها. انسان تا چی؟ حالا این بحث این است که اگر منظور این باشه که در دنیا انسان به مرتبه فنا نمیرسه تو عالم دنیا، لذا پا نمیگذاره، این لازمه معنیش نیست، لذا همینجا کسانی هستن که الان در بهشتن، لذا میشه اگر منظور این باشه که تا در مرتبه بقاست، یعنی منتها ما بقا بعد الفنا داریم که اون البته مثل نبی ختمی، مثل انبیا، انبیا بقا بعد الفنا دارن، ازا اون بقا رو که قطعا منظور شما نیست، بقا قبل از فناه، اما بقا بعد از فنا که در سفر سوم محقق میشه، که در حقیقت اینها سیرشون در خلق بالحقه، مع الحقه و بالحقه، قطعا اون فناست، اما فنایی است که
معل سیاسه بقایی هستش که در حقیقت در حال فناست، که معل حق و بالحق در حقیقت سه انبیا اینجوری هستن، اولیا خاص اینجوری هستن. بله حضرت تو بهشت مراتب داره ها، بهشت مراتب داره، مراتب بهشت مراتب فناست، مراتب بهشت مراتب فناست، لذا در حقیقت منتها مراتب فنا با افراد مختلف خیلی مختلفه، لذا بهشت مراتب داره، لذا بهشت مراتب بهشت الا ماشاءالله. حالا تو بحث بهشت ایشالله میرسیم به بحث جنت که مراتب بهشت و خصوصیات هر مرتبه از بهشت و این که چه خصوصیاتی از افراد باید باشه تا بوجسته باشه، اینا سر جای خودش محفوظه. جان ببینید توی این روایت صدر روایت با ذیل روایت جمع کرد بین نظر، یعنی نظری که صدر روایت ذکر کرد نظری بود که از تمام اقیاسی شده گسسته، همین روایت صدرش دیدید که از تمام اقیار و تمام حدها شکسته، این نظر حشر فقط با خود ربه، منتها حشر با خود رب نه حشر منفصل دیگه، یعنی تمام سببیت ها در نگاه مرآ و نظر این چی شده؟ برچیده شده است. بله دیگه دو مرتبه ارزم کردم که، اما تو مرتبه پایین تر اینم که ثواب نگاه به ثواب ربم هست، اینم در حقیقت سازگار با لاتدر کل افساره، یعنی تا این از اون مرتبه نهایی تا این مرتبه در حقیقت همه اینها که نظرشون به ثواب ربه دقت میکنید با لا تدرک الابصار و هویات همه سازگاره، همه اینا سازگاره. دو مرتبه بحثه. تو روایت بعدی میفرماید که روایت 56 اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه قال القیامت هی حق قول او تعالی حافظه قال لعداء الله رافع لاولیاء الله. ادامه روایت میفرماید که اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، یه بحث بسیار عالی مرحوم علامه هرچند مختصره در المیزان ذکر میکنند که اذا وقعت الواقع، واقع رو به صورت چی آورد اینجا؟ الواقع آورد، مثل این که با این که هر حادثه ای واقع است، اما وقتی که میگه اذا وقعت الواقع مثل این که این واقعه در نظر همه معلوم و مبینه، یعنی تو بین حوادث این حادثه است، تو بین وقایع این واقع است، این با اینکه به صورت در حقیقت یک الواقع آورده، اما همه منتظرن به طوری که وقتی که الواقع بدون اضافه میاد ذهن همه منصرف به کدام واقع است، نشون میده که هم از جهت انتظار مردم هم از جهت حقیقت واقعه، یعنی وقتی واقع به طور اطلاقی میاد یعنی یه حقیقت و واقعیتی است که تمام واقعیت ها و حقیقت های دیگه شأن اینن، هر حادثه و واقعیتی تحت این واقعیت می گنجه، لذا الواقعه که اطلاق داره این اطلاق در حقیقت شامل یه حقیقتی میشه که هر واقعیت دیگری هر چیزی که اتفاق میفته این الواقعه است، این حقیقت الواقعه است. دقت کردی؟ یه موقع هستش که به لحاظ نگاه مردمه که الواقعه منتظرشن، یه موقع هست به لحاظ خود واقعیت هاست که الواقعه و واقعیتی که میخواد اتفاق بیفته اینقدر اطلاق داره این که وقتی میگیم الواقعه یعنی در حقیقت اطلاق مجازی نیست، اطلاق معهود نیست که الف لام عهدی باشه که همه تو ذهنشون هست که چیه، نه، بلکه در حقیقت یه حقیقت واقعیتی هستش که مطلقه که هر واقعیت دیگری شأن اینه، تو رابطه با این معنا پیدا میکنه، هر واقعیت دیگری تو رابطه با این معنا پیدا میکنه، لذا وقتی که چشم باز بشه میابن که الواقعه که همه واقعیت ها تحت این واقعیت میگنجه و شأنی از این شأنه، هر چند خیلی سنگین باشه، هر چند خیلی عظیم باشه، اما عظمت این اینقدر زیاده، اینقدر وسیعه، اینقدر سعه داره که هر واقعیت عظیمی تحت این واقعیت میگنجه. قطعا هم همین جوریه، چون حقیقت قیامتی میخواد محقق بشه تمام وقایعی که تو عالم از ابتدای بدء خلق اتفاق افتاده تا انتهای خلق همه در حقیقت آماده کردن زمینه هستن برای اینکه این واقعیت اتفاق بیفته، تا آماده بشن جانها برای ادراک این واقعیت.
اگر اینجوریه مثل کسی میمونه که وزنه برداریه که از ابتدا شروع کرده وزنه های سبک رو بزنه، سنگین ترش بکنه تا وزنه نهایی رو بزنه. این الواقعه که در اونجا میخواد اتفاق بیفته اون وزنه نهایی وجودیه که در حقیقت میخواد محقق بشه. پس تمام وزنه های قبلی که واقعیت های قبلیه چی هستن؟ همه تو راستای در حقیقت ایجاد اقتضا برای تحمل این واقعیته. لذا همه شأن اینن به این عنوان، لذا این میشه علت غایی برای واقعیت ها و تمام حقایق. سخت ترین هولناک ترین واقعیت هایی که تا حالا اتفاق افتاده همه نسبت به این واقعیت در یک چی هستن؟ در یک مرتبه ضعیف قرار میگیرن که شأنی از شؤون او میشن. نمیدونم تونستم ارزمون برسونم. مرحوم علامه تو یک خط بیان کرده، اما این تفصیل در حقیقت اون یه حقیقت یه خطی است که ایشون بیان کرده. میفرماید اذا وقعت الواقعه، چقدر خود همین کلام ببینید چقدر عظیم میشه. کی میتونه اینجوری بیان بکنه؟ اذا وقعت الواقعه، الواقعه اتفاق افتاده، الواقعه، اونم برای منکر و مقر بر این مسئله. خطاب این آیات هم به کافر هم به مؤمن، فقط مختص به مؤمن نیستش که اذا وقعت الواقع. لذا در حقیقت این حقیقت واقعیت فقط به نگاه و نظر افراد بر نمیگرده، بلکه به حقیقت و واقعیت وجودی هم بر میگرده که اون هم که ببینه این الواقعه فقط اینه. همه اونها در حقیقت زیر مجموعه این و شأن این حساب میشن. اذا وقعت الواقع لیس لوقعتها کاذبه، برای وقوع این هیچ نم. حالا تعبیر به کاذبه چرا به کار بود اینا دیگه حالا ما کاری نداریم. قال القیامت هی حق، القیامت هی حق. چقدر تعبیر رو زیبا کرده تو روایت. القیامت هی حق به طور مطلق، هی حق، نه حق در مقابل حقهای دیگه ها. دقت میکنید؟ القیامت هی حق، اونی که ثابته و حقه و حقانه. القیامت و هی حق، این که در بعضی از ادعیه یا بعضی از در حقیقت وارد شده بعضی از روایات که شروع کنه انسان اعتقاداتش رو که بشمره البعث حق و النار حق، اگر انسان بفهمه که داره چی میگه این حق و واقعیت رو خیلی آثار برای انسان میگذاره. منتها ما نه حق رو حق میبینیم نه البعث رو حق میبینیم، اینا الفاظ به کار میبریم. لذا اینجا میفرماید که ببینید این حضرت وقتی که میخواد قیامت رو در اون اوج عالی عالی اذا وقعت الواقع بیان بکنه میگه القیامت حق، یعنی این اذا وقعت الواقع، یعنی میخوام بگم اون اذا وقعت الواقع اینقدر این کلام سنگینه که القیامت حق گویای اونه داره بیان میکنه حضرت، تفسیرش میکنه القیامت حق، چقدر سنگینه القیامت یه حق. بعد میفرماید قول تعالی خافزتون قال لأعداء الله رافعتون لأولیاء الله. خیلی زیباست که در اون روز تمام اون حقایقی کتاب حال به اسم از ظاهر برای همه منکشف بود و مستور بود سرائر چی میشه؟ زیر و رو میشه. خافزتون رافعه یعنی زیر و رو شدنی که اون چیزی که در حقیقت رافع بود میشه خافز، اونی که خافز بود میشه رافع. خافزتون رافعه یعنی تمام اون نظامی که تا به حال میشناختی چی شده؟ به هم میریزه. یه آمادگی اینجوری برامون هست؟ یک دفعه تمام اون ذهنیت هامون، تمام اون روابطمون که چند جلسه راجع بهش صحبت شد، تمام اون روابط یک دفعه بریزه به هم دیگه. چقدر آمادگی برای این داریم؟ میدونید انسان وقتی تمام روابطش یک دفعه بریزه به هم دیگه و احساس بکنه تمام مقیاسهایی که تا به حال داشته چی شده؟ متلاشی بشه، به هم بریزه، از هم گسست. مقیاس رو از دست بده، وقتی مقیاس رو اون چیزی که بقیه رو با قیاس میکرد از دست بده این چی میشه؟ یک دفعه گنگ، مبهوت. خافزتون رافعه، خافزتون لعدا الله، اونی که بالا بود و میاره پایین که در چشم ما الان میبینیم او در رأسه، او در قدرت و سیطره جهانی قرار گرفته. خافزتون اصلا باورمون میشه. آقای بهجت میفرمودن که رحمت الله علیه میفرمودن که شو همون ایامی بود که شوروی ساقط شده بود، گفتن این که شوروی اینجور متلاشی شد و پراکنده شد آیا باورمون میشه؟ ایشون اول شاهدن که آیا مقام شکر ما رو مضاعف کرد؟ این پخش شدن این حقیقت آیا مقام شکر ما رو مضاعف کرد؟ آیا باورمون میشه که آمریکا هم به این به زودی مبتلا خواهد شد؟
این پخش شدن و این در حقیقت این شکسته شدن اون عظمت و ابهتش، آیا باورمون خواهد شد که اینم اینجوری خواهد شد؟ چقدر اینا به هم، آیا مقام شکرمون اضافه شد؟ آیا باورمون به این میشه؟ چون ما از دریچه اسباب نگاه میکنیم اینها برامون سخت و خیلی محکمن، اما کسی که از دریچه الهی نگاه میکنه اینا رقرقه هم، یعنی نس محکم نیستن. اینا در حقیقت همون روایتی که میکنه که در قیامت کوههای سخت رقرق میشن، یادتون هست؟ هباء منثور میشن. یعنی این از دریچه نگاه ولی الهی همین الان سخت‌ترین کوه چی هستش؟ هباء منثوره. هیچ در حقیقت استحکامی توش نیست. چرا؟ چون استحکامش متعلق به قدرت الهیه نه به خودش. همون نگاهی است که آینه است که در مقابل نوره، ما داریم نور رو تو اون آینه میبینیم، احساس میکنیم از آینه است. اگر بدونیم نور از خود منبع نوره و هرگاه اراده نکند نیست و هرگاه اراده کند هست، لذا معجزه تو وجود ما مال وقتی است که این نور رو از اینجا تابشش رو نبینیم. یه لحظه در حقیقت ولی یه الهی تصرف، اما معجزه حقیقتش اونجاییست که دائما این نور تلالو داره، ما اینو معجزه نمیبینیم. ما اینکه سنگ سفته رو معجزه نمیبینیم، اگر سنگ شلشه معجزه میبینیم. یعنی اونجایی که قدرت الهی تو این سنگ تجلی کرده و باعث سختی و سفتی این شده و این تجلی رو داره نشون میده، اینجا معجزه نمیبینیم. اگر خدای تعالی ارادش قطع بشه نسبت به اینکه این سفت و سخت باشه، اون موقع معجزه میبینیم. دقت میکنید چقدر ما تنگ نظریم؟ چقدر تنگ نظری؟ یعنی اراده دائم حق معجزه نیست برای ما، اون اراده ای که گاهی اتفاق میفته برای ما معجزه. چرا؟ چون عادت حجاب میشه. یعنی اگر اولین بار بود که ما برعکسش بود، میدیدیم که در حقیقت سنگ هیچ نیست، هباء منثور پودره، و اگر اراده حق تعلق میگرفت که به این سخت و سفت بشه، گفتیم عجب خلاصه اراده قدرتمندی تعلق گرفته به این که تا این سخت و سفت شده، عجب تجلی عظیمی صورت گرفته. اما چون سختی و سفتی اراده حق دائمیه در این، نگاه ما حجاب شده، لذا ما باید خلافش انجام بدن. یعنی باید خدای تعالی قدرتش رو، مظهریت قدرتش رو از این برداره، اونجایی که برمیداره معجزه میبینی. آتش وقتی نمیسوزاند معجزه میبینی. دقت میکنید؟ این از ضعف قابله، لذا نبی الهی مجبور معجزش رو اینجوری بیاره با حجاب عادتهایی که هست، و الا بودن آتش معجزه است، آتش سوزاندنش معجزه است. دقت میکنید ما چقدر گنگ و کجیم؟ چقدر ما کجیم؟ یعنی خودم رو میگم چقدر کجیم که باید خلافش محقق بشه، یعنی قدرت حق برداشته بشه تا معجزه رو احساس بکنیم، اعمال نشه اراده حق. اما تو بهشت اینجوری نیست. تو بهشت اراده حق لحظه به لحظهش اعمالش معجزه است. اون وقت میدونید انسان اگر تو عالم دنیا یه نبی باد بیاد تا یه لحظه قدرت الهی رو اراده نکنه که انجام بشه، او آب حرکت نکنه بیسته تو حرکتش و مظهریت این ایستادن که حرکت نکنه، میگیم حرکت کردن عادی آب ذات اصلا یعنی چی؟ اون مظهر قدرت حقه، درسته؟ اما ما این رو میبینیم. دقت بکنید تو بهشت اینجوری نیست. حشر دائم این است که اعمال قدرت دائمی حق رو دائما انسان میبینه، قفلت آرزش نمیشه، حجاب عادت آرزش نمیشه. بعد میفرماید که خافتتون لعداء الله رافعتون لأولیاء الله اذا رجت الارض رجن، که دیگه حالا این تو زل سلام علیکم الله، اذا رجت الارض رجن، که این رج ارض همون حالت لرزیدن و اون حالتی که برای ارض پیش میاد که یدق بعضها علا بعضن، که بعضیش بر بعضیش کوبیده میشه، رجت الارض رجن و بست ال، دیگه کوتاهش بکنیم که اینا خیلی جالب هم هست، و بست الجبال و بسا، جبال و کوها بست، البس در حقیقت تعبیر کردن وقتی که آرد رو در حقیقت آرد رو میزنن، یعنی اون گندم رو میکوبن آرد میکنن، میگن این البس، این در حقیقت حالت کوبیدن و اون رو هنته رو در حقیقت به صورت آرد در آوردن، این البسه. حالا میگه اذا بست الجبال و بسا، وقتی که اون استحکام کو، یعنی اون سببیتی که خدای تعالی در رابطه با حفظ کو و استحکام کو و اون تجلی اسمی که در اسم در کو تجلی داشت، اون تجلی برداشته میشه. وقتی اون تجلی برداشته میشه، حقیقت کو چی میشه؟ حقیقت کو در حقیقت
مثل اون پودر حبا، حبا را هم تعبیر کردن، تعبیر به حبا منصوری که در رابطه با خود فکانت حبا منصور آمده، مثل مثلا از این کبه ها، از این سوراخ های چیز، یا از مثلا یه پنجره وقتی نور آفتاب میفته توی مثلا بعد از ظهر انسان نگاه بکنه، یه غباری در حقیقت به صورت خیلی ظریف و ریز انسان میبینه توی این نور داره تلعلو و تکون میخوره، درسته؟ اینو میگن حبا. میگه کوه ها اینجوری میشن، اینجور زده میشن و اینجور در، یعنی در حقیقت اون استحکام و یعنی از کوه سفتر و سختر قابل تصور نیست، اما این سببیت وقتی که در استحکام برداشته میشه متوجه میفهمیم کوه هیچی، میخواد بگه هیچی نیست، حتی اونم نیست. یه ولی الهی برای یکی دیگر نوشته بود که یکی سی دفتو بیشش گفته بود که این در نظر ما پشه هم نیست، گفتون تنه بشه بگو پشه هم خودتی، ما اونم نیست، پشه هم خلاصه بازی موجودیتی، اونم ما نیستیم. نم خواست فوش بده که پشه کمه، پشه ما نیست یعنی بالاتری بود، اون پشم خلاصه یه موجودیتیه، اونم ما نیستیم حقیقتا. حالا اینجوریه، این ذرم که میخواد بگه از باب ناچاری که ما نمیفهمیم، وگرنه این ذرم یه ذره است، یه وجودیه، اینم نیست، منتها دیگه ما از این دیگه چیز نمیتونیم بیشتر بفهمیم، بگه هیچ چی نیست، میگیم خب پس معلومه دیگه این بازی با الفاظه، اما دیگه اینه دیگه، اینو باور داریم که این خیلی ضعیفه، این دیگه هیچ نیست، این دیگه اختیاری نداره، هیچ صلابتی نداره. و بست الجبال و بسا قلعت الجبال و قلعا، میگه این بسته یعنی قلعت، کنده شدن جبال، اونم قلعا، نه کنده شدن عادی، کنده شدنی که به صورت پودر بشن. و کانت حباء منبسا، که حباء منبس بشه کوه، یعنی کنده شدنی که به صورت حباء منبس بشه، که حالا توی آیه داره که و قدمنا الى ما عملوا من عمل فکانت حباء منصورا، و قدمنا الى ما عملوا من عمل، ایشون میده که فکانت حباء منصورا. با این آیه ببینید اینجا که کوها وسط الجبال و بسن تکانت حباء منصورا، میخواد بگه این قدمنا الى ما عملوا من عمل، یعنی اعمال خیلی سنگین اینا انجام داده بودن، اما وقتی وارد میشن بر این اعمال تکانت حباء منبسا، هیچی نیست. چرا هیچی نیست؟ رابطه نداشته. یه ظاهر کوه مانند روایت داره که وارد میشن بر اعمالی که مانند کوه بوده در حقیقت و درخشندگیش مثل چی میمونه و استحکام وقتی وارد میشن، بعد میگه که این وقتی که اون رابطه ولایی نیست، همه این اعمال یعنی سببیت حقیقیه و واقعیه الهیه در اون نیست، وقتی اون سببیت نیست میشه چی؟ کانت حباء منبسا، یعنی هر چیزی بدون اون رابطه، بدون اون ولایت الهی، بدون اون طریقی که خدای تعالی قرار داده، چنانچه شیطان گفت خدای من از سجده بر آدم معاف کن، عبادتی میکنم که تو رو جن و انس نکرده باشم، میگه من عبادت رو از اون طریقی میخوام که میخوام اراده کردم، نه اون طریقی تو میخوای، نه از اون طریقی تو میخوای، اگه اون طریقی تو میخوای تو خدا شدی، این عمل نه از هر طریقی عمل انجام بشه کوهه، میگه اونی که حبت عمل اینا، این حبت، این آیه در مقام حبت عماله، و کانت حباء منصورا قدم نائلا ما عملو من عملین، یعنی عمل انجام شده بود، اما حبت عمل، حبت عمل یعنی چی؟ یعنی این که آیا عمل انجام شده بود، واقع شده بود، محقق شده بود، محکم بوده و در حقیقت حبس شده، نه اون عملی که واقع شده بود و به ظاهر اولیه مثل کوه بود، چنانچه کوه ظاهرش مثل کوهه و الا حقیقتش چی هستش؟ حباء منصور تحت اراده حق، اینجوریه، این عمل هم چون تحت اراده حق نبوده حباء منصوره، چرا؟ چون در حقیقت اهل نواسب این عمل رو انجام دادن، تحت اون ولایت الهی و امر الهی نبوده، لذا می فرماید اون آیه رو زمینه بکنید به این معنی، قال الحبا الذي يدخل في الكوة من شعاع الشمس، بله مصفحه چه نشتن بلند اون آیه من عمل عمل فجعلنا و قدیم نا الى ما عملو من عملین فجعلناهو، خب تصحیحش کن دیگه، غایی اشتباه دیگه، و قدیم نا الى ما عملو من عملین فجعلناهو حباء منصورا، من گفتم چی؟
فکانت هوا ان آیه فکانت است که مال اینجاست ها مال اینجاست آره این فکانت این آیه است فکانت هوا ان اون فجعلناه هوا اون فجعلناه دقیق‌تر هم میشه تازه فجعلناه هوا ان منصوره حالا اون خود فجعلناه که میاد اساس مطلب با اون فجعلناه معنا میده که در حقیقت فجعلناه ما او را هوا منصور کرد چون رابطه با ما نداشت نه بعدن هم اون انجام میدیم ما فجعلناه هوا چون در رابطه با خدا زمان نیست در رابطه با خدا زمان نیست که این عمل محقق شده و بعد ما او رو این قرار دادیم فجعلناه یعنی اون جعل ما که به این تعلق میگیره که حقیقت عمله او هوا منصوره حالا اون سر جای خودش میاد مثل این که وقت تمام شدش ولی چند ساعت ها حالا ما این روایت رو دوم رو هم ظاهرش رو بخونیم یه خطه که دلم میخواست این روایت رو یه قدری باز بکنیم که در ثواب الاعمال صدوق می فرماد بسناد یعنی ابی عبدالله علیه السلام قال ارض القیامت نار ما خلا ظل المؤمن ما خلا ظل المؤمن فإن صدقته تظله خیلی روایت زیباییست این کلید دسته ای از روایاته یعنی از این روایات یک مطلعی است برای دسته ای از روایات دسته ای از روایات با این روایت تفسیر میشن با هم دیگه که میفرماد حالا ما همین ظاهرش منو ان شاء الله هفته آینده مفصل‌تر در خدمت دوستان هستیم که عرض قیامت تعبیر به عرض قیامت که قیامت هم عرضی داره در اونجا عرض قیامت البته عرض تبدل یافته این عرضه البته با توجه به این که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم اون موقع میفرماید در حقیقت این تبدل عرض پیدا میشه و سماوات مطویات سماوات منتها کدام سماوات عرض برچیده میشن و تبدل پیدا میکنن اون نه حقیقتی از اینجا برچیده میشه یه حقیقت دیگری یعنی این عرضی که الان ما باهاش مشهورین درسته مراتب در حقیقت خزائن رو داره تا اندالله و اندنا صدق بکنه جای دیگری نیست که این مراتبش اشاره بکنیم به بالا درسته؟ اون کسی که الان با ظاهر این عرض محشوره در اونجا با حقیقت عرض محشور میشه حقیقت عرض یه حقیقت ذات شعوره یه حقیقت ذات شعور اون حقیقت اونم با مراتب ذات شعور بودن که قبلا بحثش گذشته میفرماد عرض القیامت نارون اساس بر این است که این نار است ما خلا ظل المؤمن که قبلا هم روایت داشتیم که در اونجا اگر کسی جای پای قدمی پیدا بکنه در عرض قیامت که موطن موقف حسابیاتون است یا نه این خوشبحالشه که جای پا پیدا بکنه عرق در حقیقت چطور یلجمهم العرق چطور در چرا اونجا اصلا اون یکی از مواقف تطهیریه میفرماید اما یه عملی هستش که در اونجا یه اثر خاص داره این عمل سایبان برای این سایبان هم وقتی که میافته اینجور نگید حالا فشار کرد و سایبان مثل چند نفر زیر سایه هستند معنا در اونجا واقعیاته سایبان در اونجا بر همین شخصه و بغلی او ممکنه در این آتش باشه این در سایه سایه باشه اونجا اعتباریات حاکم نیست حالا نگید بغل اونها هم خودش اعتباره این دلیل تشبیه میکنیم به این که اعتبار نیست در اونجا عرض القیامت نارون اساس بر این است که اونجا چی باشه؟ حرارت و نظام تطهیری ناریه در کاره ما خلا ظل المؤمن سایه مؤمن منتها سایه مؤمن از کجاست؟ فإن صدقته تظله صدقه این اثر رو دارد حالا ایشالله جلسه بعد اگر وقتی بود در رابطه این مسئله ایشالله بیشتر خدمت نصیب است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته